سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. موسی شاهین توسط طالبان دستگیر و زندانی شده است. آمریکا 3000 سرباز در شرق اروپا برای مقابله با روسیه مستقر کرده است. بدهی ملی آمریکا به بالاترین حد رسید. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجموعه خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها، بدهی ملی آمریکا به بالاترین حد رسید. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، کسری بودجه فدرال ایالات متحده به حدود 3 تریلیون دلار رسیده است. با گزارش اسپوتنیک، داده های منتشر شده از وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد که بدهی ملی ایالات متحده برای اولین بار از مرز 3 تریلیون دلار فراتر رفت. و گفته کارشناسان مالی که با نشریات آمریکایی صحبت کردند، این اتفاق چند سال زودتر از حد انتظار در واشنگتن رخ داد. در مطلب تحلیلی که روزنامه نیویورک تایمز منتشر نموده است، گفته می شود که این نتیجه سرمایه گذاری تریلیون دلاری دولت فدرال در مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا، از جمله 5 تریلیون دلار مزایای بیکاری، اقدامات برای حمایت از مشاغل کوچک و پرداخت های تشویقی بوده است. بدهی های دولت فدرال در حال افزایش می‌یابد که این کشور با مشکلات دیگر از جمله افزایش تورم و نرخ بیکاری نیز روبرو است. گفتنی است که اواخر دسامبر سال گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قانون افزایش سطح بدهی ملی آمریکا را از 25.5 تریلیون دلار به 31.4 تریلیون دلار امضا کرد. هرچند افزایش سقف بدهی جلوی قصور دولت آمریکا در قبال پرداخت بدهی این کشور را می گرفت، اما به کنگره هم تنها یک علاج موقع برای این مشکلات داد و قانونگذاران باید راهی برای رسیدگی اساسی تر به مسئله سقف بدهی در دراز مدت پیدا می کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس اخیرا اعلام کرد که تورم سالانه آمریکا به بالاترین میزان در 40 سال گذشته رسیده است. در بیانیه وزارت کار آمریکا آمده است که متوسط افزایش قیمت همه اقلام مصرفی در شهرهای این کشور از دسامبر سال 2022 تا دسامبر سال 2021 بیشترین رشد را از سال 1982 تا کنون داشته است. نظرسنجی ها نشان می دهد که فشار ترامپ همراه با آثار ناویه همگیری کرونا، از جمله خالی شدن قفسه های فروشگاه در آمریکا، تهدید جدی برای دموکرات ها در انتخابات میان دوره سال جاری و انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 خواهد بود. همچنان این در حالی است که آبشاریان پنجشیر در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: فوری موسی شاهین توسط طالبان دستگیر و زندانی شده است. طالبان موسی شاهین، آوازخوان و هنرمند مشهور افغانستان، در ولایت هرات اسیر گرفته و زندانی کردند. آقای شاهین روز گذشته از کابل به قصد ایران سفر کرده بودند که در مسیر را به دست طالبان افتیده است. این خبر مایه نگرانی خانواده و دوستان شاهین صاحب گردیده است. لطفا در آزادسازی این هنرمندمان همکاری کنید. فرستنده میرویس امیر. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. تا درود دیگر، بدرود.